برای نخستین بار به ارزش بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی پیاز از ولایت کندهار به کشورهای هند و پاکستان صادر شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید تلاش میکنند تا سطح صادرات فراورده های کشاورزی این ولایت به بیرون از کشور را افزایش دهند. کشاورزان در کندهار صادرات فراورده های کشاورزیشان به بازارهای جهانی را در رشد اقتصادیشان سودمند میدانند. برای نخستین بار در 2 ماه پسین 9500 تن فراورده های پیاز به ارزش بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی از ولایت کندهار به کشورهای هند و پاکستان صادر شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید که تلاش میکنند تا سطح صادرات فراورده های کشاورزی این ولایت به بیرون از کشور را افزایش دهند. جنسی میچخه پیاز با دیر پیمانه سره و در تیر و بمشت که هند هیواد تام صادر سویدی، پاکستان هیواد تام صادر سویدی چه تروز پوری نظر نسو پینزوز تانه پیاز در کندهار سخه صادر سویدی بحر ته چه تقریبا 2 میلیون و 100 هزار امریکایی دلار لدی ارزش. در همین حال کشاورزان در کندهار صادرات فراورده های کشاورزیشان به بازارهای جهانی را در رشد اقتصادیشان سودمند می دانند. موږ غواړو چې دوی پښه په قیامت باندې خرڅ سي او خارج ته واسطه وسي، یو ترتیب یې برابر سي. بیا دا د ډېر وخت کښت دی، اوږد کښت دی، موږ نوکان ته ایستلي ګرده کال همنو چې قیامت ولري بیا ډېر ښه دی چې داسې یو خارجي خواته ووسي. خارجي هیوادو ته ووځي باره به نو موږ هم یو شی سي، د بزګر به هم یو شی سي، د کښتګر به هم یو شی سي. ریاست زراعت و آبیاری کندهار میگوید که در سال روان خورشیدی در 1900 هکتار زمین کشاورزی در این ولایت پیاز کشت شده است که بر اساس تخمین آنان 68 هزار تن فراورده پیاز به دست خواهد آمد. تونه پر 900 شاخه هکتار باندې زمکه باندې پیاز کشتونه سوی دی. از مزد معلومات و اتکال مخی اتش به تزار دونیم سوا مچکتونه تخمینان مزد اتکال رو چه حاصل بلا سرالو. بر بنیاد معلومات ریاست زراعت و آبیاری کندهار، کشاورزان در ولسوالی‌های دامان، ارغنداب، ژیری، شاولیکود، تختپل، خاکریز و اسپین بولدک این ولایت پیاز کشت کردند. در این بخش از نیمروز در رابطه با صادرات پیاز از کندهار به هند و پاکستان به ارزش 2 میلیون دلار آمریکایی بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم آقای عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار که از این ولایت رو از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای بینا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین، سپاسگزار حضورتان. از دید شما حالا میخوایم بپرسیم که چگونه ممکن شده تا برای نخستین بار به ارزش بیش از 2 میلیون دلار پیاز از کندهار به پاکستان و هند صادر شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او استاسو ټول لیدونکو همکاران ته سلامونه درنښتونه وړاندې کوو. باید وایي خوشبختانه ششکال استاسی در ارقام لالورد تقریبا 3,502 تنه پیاز تر نن ورځې پورې د کندهار څخه صادرات هندوستان او پاکستان ته سوي دي چې ارزښت یې هم 6,802,000. دا په څومره وخت کې شوي دي بینا صاحب؟ دا د سږ کال په جریان کې خصوصا په دغه 2 میاشتو کې د دې چون پیاز په دغه 2 میاشتو کې رسیدلی دي او بیا وچ سوي دي او بیا صادرات شروع سوي. درست. و حالا میبینیم همزمان به یک افزایش پیدا کرده از طرف اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم گفته شده که تلاش میکنند تا سطح صادرات پیاز بیشتر بکنند. راهکارها را هم و مکانیزم هم به خاطر افزایش صادرات پیاز هم در نظر گرفته شده و همچنین محصولات دیگر در این ولایت. بله، ما همیشه کوشش میکنیم که صادرات ما در هر عرصه زیاد شود، خصوصا میوه خشک و میوه تازه و سبزیجات. خوشبختانه امسال پیاز هم زیاد کش شده بودن و هم مسئولات خود گرفته، در زمان این صادراتش هم بسیار خوب هستند که در چند سالی گذشته به این اندازه ما صادرات نداشتیم. بله، و همزمان آنچه که شما گفتیم و در گزارش هم داشتیم که در 2 ماه پسین 9500 تن فراورده پیاز به آمریکا به از کندهار به هند و پاکستان صادر شده. میخوایم بپرسیم که در چند ولسوالی مشخصا کش شده و در حال حاضر چقدر رسیدگی میشه به محصولاتی که در اونجا کش شده و عمدترین چالش هایی که فکر میکنین کشاورزان در کندهار رو بروز چی هستن؟ اصلا ما اگر اپات سماوی نداشته باشیم کدام امراض
میوجات یا سبزیجات در این سالا نباشه یا به اصطلاح خشک سالی نباشه. دیگه امکانات ما انشاءالله اینجا خوب هستن، ریاست زراعت هم خوب همکاری میکنه، ریاست گمرک در ایستای خود همکاری میکنه و خود دروازه سپین بولدک هم همیشه به اصطلاح روی امی صادرات دیگه تمام امتیای صادراتی چیز میباشه، ولی خودم کشاورزان در داخل چالش های هستن که روبرو باشن یا نه؟ فکر میکنم همون گونه که گفتین چالش وجود نداره و اما فرصت ها و زمینه ها به کشاورزان در کندهار مهیا است. تو اصلا که نظر به محصولات باز به عرضه و تقاضا تعلق داره. بله. پار سال و پیرا دیگه سالهای گذشته ما دم ایسای پیاز چون صادرات نداشتیم، امی تاجرای یا امی بزگرای یا دهقانایی که پیاز کشته بودن در تاوان روبرو شدن. ولی اوز چی دی شش کال مش پیاز هم دیر کشت کردی او کیفیتی هم شدی او صادراتی هم ستاسی ویلی چی دروجه اجزاره پیاز و ننی ویچانه دروجه اجزاره و نن یې ویټانه تر نن تاریخ پورې د کندهار څخه د پیازو صادرات هندوستان او پاکستان ته صادر شوي دي. درست و همون گونه که شما واقف موضوع هم هستن، بناسب با همواره شنیدیم که کندهار مثلا در صادرات میوه خشک دست بالای داره و همچنان انار کندهار بسیار محصولات خوبی هستند در کشور. چگونه ممکن شده که تمرکز بیشتر بر کشت و همچنان همزمان صادرات پیاز از کندهار باشه به هند و پاکستان؟ اینطور هستن که هر ساله این کشت میشه، یکی صادراتش کم میباشه یا زیاد میباشه، نظر به عرضه و تقاضای امی ممالک همسایه هستن که امسال به فکر ما که اونجا امی کشت پیاز نشده به این خاطر صادراتش نظر به سالهای گذشته بسیار زیاد. و همزمان آنچه که در رابطه با مسئله سپین بولدک شما یاد کردین، میبینیم با پاکستان ما همواره مشکل داشتیم در داد و ستاد و همچنان با استفاده شدن خاک پاکستان از ترانزیت افغانستان به هند و کشورهای جنوب آسیا. آیا چالش وجود داشته در این خصوص وقت ترانزیت میکردین از خاک پاکستان به هند؟ تا حالا خو کسی شکایت نکرده و به طور عادی و نارمل ترانزیت افغانیم از قندهار که هستن تا هندوستان بسیار به طور صحیب تا منجه خود میرسانه و در ایسای خودی که ما صادرات در پاکستان داریم فقط امی تکسای بالا بودن، امی کمکی مشکلات پیش آورده بودن، دیگه هر روز موترای انارم میره. باید بگویم که تا حالا 7476 تن انار صادر شده و خوشبختانه امسال انجیر قندهار که هستن هم نظر به سال گذشته از اول سنبوله تا امروز 3680 تن انجیر خشک صادر شده به هندوستان و پاکستان. درست. و همزمان بخواستم در رابطه بایم بپرسیم که حالا یکی از نگرانی هایی که همواره هموطنان ما داشتن است که محصولات افغانستان به بیرون از کشور میرن صادر میشن، ولی در داخل افغانستان همون محصولات مثلا بسیار میتونه قیمت بهشون تمام شوه. وقتی صادرات ما افزایش پیدا کرده به ویژه محصولات پیاز به هند و پاکستان، بازارها در کندهار چگونه است به ویژه خرید و فروش و پیاز و چی قیمت هست؟ تاثیر داشته بر قیمت ها؟ نه الحمدلله محصولات پیاز امسال زیاد هستن، کدام تغییر بیخی زیاد نکردن. یک من اگه دارو روپا بالا شوه این مردم هم شکایت نمی کنه و در قیمتش کدام تاثیر منفی پیش نامده. خوب است. و همزمان میخوایم بپرسم که پس از پیاز دومین محصولی که بیشترین صادرات از هرات همین سال داشته چی بوده؟ از قندار؟ بله. ما امسال پنبه نمی منطقه پخته زیاد صادر نظر به سالهای گذشته تقریبا تا حالا نزدیک به 40,000 تن پنبه صادر شده از قندار. بیشتر به کدام کشورها بوده و روی چگونه صادر شدن؟ در حال حاضر چگونه است کشت پنبه در اونجا؟ کشت پنبه وقتی که معادل به اصطلاح مواد مخدره از طرف امارت اسلامی معطل گردیده، به در مقابلش همی پنبه
اکثر بازگرا شروع کردن که خوشبختانه خوب محصولات هم گرفتن از پیشن و امسال بازارش هم خوب هستن و اکثرش به کشور پاکستان صادر شده، چون اونا فابریکای زیاد دارن و خوشبختانه باید بگویم ما یک فابریکای نساجی قندهار که تقریبا 40 سال چیز بودن کدام تولید نداشتن و فعالیت داشتن، امسال باز از سر فعالیت شروع حالا نخزاد شروع هستن، اگه ای فعال گرده انشالله امی پخته اینجا کار درست. یک بخش از چالش های کشاورزان ما بیناسب در سراسر افغانستان تنها مقید به کندهار امی بوده که سردخانه ها وجود نداره، چقدر این موضوع رسیدگی شده فکر میکنین در کندهار؟ تو راستن که راستی هم امی بسیار مشکلی بسیار کلان است که ما در امی 20 سال گذشته جمهوریت هم امی را بسیار به امرای موسسات این خود حکومت و امرای مقامات بلند وزارت زراعت و وزارت تجارت این را طرح کردیم، اگر متاسفانه یک خوب برق نداشتیم تا وقتای و دیگه یک سردخانه داریم که اینا از طرف دولت هند در قندهار جور شده، اینا 5000 تن ظرفیت داره، متاسفانه کلگه تحت یک چتر به اصطلاح مالا مانده میشه، ولی هر چیز که ما نگاه میکنیم برای خود یک درجه حرارت خاص میخواه و این خاطر و نظر با همی محصولات ما خوب موثریت چیز نداره و از طرف دیگه برق زیاد هم میخواه، اینکه برق با همی نزدیکا زیاد میشه، توقع داریم که سردخانه هم امرایشان زیاد شوه، اهل سردخانه به اصطلاح خصوصی هم جور شدن که اکثر فابریکا که همی تولید دار درست. خب چالش هم مشخص است، همزمان مسئولین محلی و در کل دولت مرکزی چقدر توجه کرده، در راستا چقدر تلاش میکنند تا سهولت ها بیشتر هم افزایش پیدا بکنند، در جنبندی اگر بفرمایید بیناسب. اینطور هستن که اول خب ما صادرات که در پاکستان یا داریم مردم ما خصوصا در هندوستان جد خواهش دارن، پیشنهاد میکنن و از دولت دارن که باید امی رقص آمدی ما امرای هندوستان از سر گرفته شد و ویزا و با اصطلاح چرا مالایی که تا هندوستان میره اونام که خود با اصطلاح صاحب مال نباشد چندانی با وقت خود پیسایش هم میکنه و مال هم قیمت خود. بسیار تشکر آقای عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار، از حضورتان در برنامه بسیار خوش آمدین. We'll be right back.